که چای ایرانی استقبالش چجوریه؟ دوست دارن، دوست ندارن، میخرن، میارن؟ اینجا اصلا چای ایرانی نمیخرن. شما چای ایرانی اصلا نمیارید؟ چرا؟ نمیخرن. این چای سیلانه، احمد محمود میگه ترجمه کنه، همش مال سیلانه. ایران نیست، ایران مثلا اینه. اوه چای ایرانی اینجا بود نمونه. دایی یه نمونه آورده بودن اینجا چای. ببینید زیبا داشتین؟ خودت ببینی متوجه میشی چرا ایرانی کسی نه. دستشو می‌بینی؟ حالا دست میشه. چه بهتر بخوای فصف کنی. یه بار این زیر نگاه کن. دومو یه چای ایرانی اینجا بود. بله دایی. یه نیم کیلو اینو. خب یه همین چیزا رو جلو دومین به من بگو. من میرم سیاسیت یه دفعه میگم. آخ خوبه که. لازم. اما اینکه کیفیت نداره اصلا چای ایرانی. واقعا کیفیت نداره. بعد این رنگ و لعاب نداره. مردم ایران هم به این رنگ و لعاب چای چیز عادت کردن. ببین چی میگم. هندی رنگ داره، فلان داره، طعم دهن جذب می‌کنه. دست شما نرفت. چیکاری هم بهت دادن؟ همه چای خارجی صحبت میگنی همه تو هم چای ایرانی برمیگشت به اولین سفر مشترکی که با همسرم به شمال داشتیم و طعم گس چای لاهیجان، خاطره شیرینی که توانسته بود من را از تهران به اینجا بکشد، شاید دلیل فراموشی آن طعم فراموش نشدنی را پیدا کنم. از ورود چای به ایران بیش از 300 سال می گذرد. اگرچه تا زمانی که دل مظفرالدین شاه را نبرده هیچ عمومیتی پیدا نمی کند. مظفرالدین شاه قاجار که دل به طعم چای باخته، محمد میرزا قوانلو کاردار ایران در دربار هند را مأمور می کند مگر سر این دمنوش جادویی را پیدا کند. نقل است محمد میرزا نزدیک به 17 ماه به صورت ناشناس مزارع چای هند را زیر پا می‌گذارد و نهایتاً با تعدادی نهال و بذر چای و دستورالعملی از کاشت و داشت و برداشت تا فراوری و تولید آن به همراه کارشناسانی از چین و هند به ایران باز می‌گردد و یک راست به لاهیجان می‌رود تا بنای صنعتی را بگذارد که خیلی زود به بخشی جدا نشدنی از فرهنگ روزمره مردم ایران تبدیل می‌شود. اتفاقی که مظفرالدین شاه را مجاب می کند تا به جبران تلاش های محمد میرزا او را به لقب کاشف السلطنه چای کار مفتخر کند. لقبی که ریاست این صنعت نوپا را تا آخر عمر برای محمد میرزا تضمین می کند.
بله چای خوش خیلی داره. چای اول ما میخوایم علب برداشت نکرده، اول اینه شغل میزنیم، اینه هرس میکنیم، اینه کود میدیم، به ثمر میرسنیم. وقتی به ثمر رسندیم کارگر میگیریم، اینه میچینیم، میچینیم میاریم کارخونه، اونجا ناظر داره، این چای رو نگاه میکنه، چای رو یک میزنه کیلو 2000 تومان، دو میزنه کیلو 1200 تومان. یک البته چایش مرغوبتره، دو یه مقدار ضعیفتره. الان به صرفه است واسه شما چایی؟ نه، همینجا همینجا. با صاف شدن هوا به سراغ مزارع و چایکارها می روم، بلکه صحبت با کشاورزها مرا به پاسخ سوالاتی که داشتم برسانند. این با چای همه جنگل شده. این چاییه دیگه. چای بوتر ببینید. این چاییه. همه خراب شده. جنگله. بریم 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 بریم. خب همینجا نگاه دار. حالا اینجا چای می چینن. حالا میریم پیششون. یا الله. تمام محله رو همه رو خواستن شوران. امضا گرفتن، سفته گرفتن که پول بدن. الان هم پول ندادن. چند ماه است؟ سفته گرفتن. 6 ماه. بعد ساز رئیس سازمان که پشت تلویزیون میگه که ما پولی تابستانی رو همه رو واریز کردیم. اینا واریز کرد. اینا دعوا اعلان کردن که ما چای کارن همه رو پرداخت کردیم. در صورت این دروغ است. نکردن پرداخت. ما اونی که باغ رو همه رو دست برداشتیم، جنگل شده. ارزم بوده چایی نمیچینیم برای اینکه صرف نمیکنه. همین بزرایی که دارن لنگوری میدن میگه برای باغ چایی میدم. یه تومن، 800 تومن، 700 تومن. آقا این دولت تصمیم گرفته ما اینو آباد بکنم. الان شده پاییز. مرد زن بخن تو باغ برن گوجه و خیار بخورن، با قرآن محمد ندارن. یالا میبرن اونجا معلوم نیست پول 6 ماه دیگه بدن. اصلا سرنوشتین پول معلوم نیست. تا این پول نکنه میدونه کارگر بده. کارگرم سون میاد خورب میگه من پول میخوام. بهترین شغل ما داریم. اما هیچ قربتی نداره. اصلا نه چای میگه، از حرف چای میزنه یارو میگه آقا برو. خب من میخوام چیکار کنم؟ دوزی برم بکنم؟ خدای پیش زن بچه ما واقعا شرمنده ایم. چای باغانه 70 سال میستن چون هیچی نفهمید. خود که امر در موقع هنده. مساعده با موقع امر هنده. چای خالی واقعی برای چه بشیم؟ من پس همین کارخانه‌ای وارد نمی‌ده، یه موقع دولت وارد نمی‌ده، همون نمی‌دونیم چیکار بکنیم. خب این چای کار بود همه جنگل شده، همه باغچه‌ایه و همین باغ، همین باغ فقط 100 بوتل در بیار. زوراب نگیم این عادت، این باغ، این چای، این چای. حالا یک ماه یک کارمندی یک ماه کار بکنه، وقتی حقوقش نده، اون اجاره خونه داره، اون خرج خونه داره، اون مسجد داره، خب باید از کجا بیاره که؟ برم نگاه کن 200 تا خونه تو لیلا بوده. هیچ فرهنگ روز برو پایین نمیاد. بیاد نزدیکتر ببینن به مردم چی میکشن. همونجوری نیست که آه. من دو تا تیبلارم هر ستم کارگر بودم. اونا بودن اینجا با چای منو میچیدن. دیدم پول نمیدن، گفتم بابا شما هم اینجا نمونیم. برین دیپلومو گرفتین، لیسانس گرفتین. دیگه این کار پدر شما نمیدن. برین یه کار دیگه بکنیم، من باقا جنگل میکنم. برای من فکر من رو نکنید، من یا دیگری میفروشم میخورم، ولی شما برین فکر آینده شما کنید. این آینده نداره، این سن نمیش نداره. همه رو تخریب کردم، همه رو جنگل کردم. دو میلیون تومان پولش آده بنام سمین الان میتره دو میلیون تومانه. این نمیشه فروخت، میشه از خورت بگه ببروشی بخوری، این تمام میشه قصود بگه. آقای مانی این درجه یکش. آها. اونا همه دو هستن ببین. آها اینا که تازه در میاد نازکی درجه یک. نازکه نرمه ببین. دو بلگو یه غنچه میشه درجه یک. یه غنچه و سه بلگ میشه درجه دو. این درجه یک. یه چند ساعتی پنج شش ساعتی پلاسیدی میشه. بعد میزن تو مالش ماساژ میده. بعد از ماساژ علک میکنن اون علکاش درجه یک شیواتره، درجه دو شیواتره، درجه سه اون آخر از روی علک میریزه پایین، اون میشه درجه
رئیس سازمان تعاون روستایی گیلان با اعلام این خبر گفت از این میزان برگ سبز چای خریداری شده 5200 تن درجه 1 و 34800 تن درجه 2 است. وی به پرداخت بهای برگ سبز چای اشاره کرد و گفت بهای برگ سبز چای خریداری شده در اردیبهشت ماه امسال که توسط کارخانجات طرف قرارداد سازمان تعاون روستایی خریداری شده تا پایان این هفته به حساب‌های کشاورزان پرداخت می‌شود. خرید برگ سبز چای از ابتدای اردیبهشت ماه امسال آغاز شده. چند نفری که در بازار مسئولیت واردات چای دارند، کارخانجات توان مقابله با اونا رو ندارن، دولت هم کمکی نمی‌کنه. گله از شرایط مختص به کشاورزها نبود. روز بعد به دیدن اعتمادی صاحب کارخانه کهنسال رفتم که او هم دل پری داشت. من فکر میکنم که دولت فقط میخواد رفع تکلیف بکنه، یعنی اینکه یه سری کشاورز راضی نگه داره، همین پول رو بهشون بده، در سال همینطوری هی یه مدتی اینا راضی بشن. دولت ها اینطور بودن، در فکر این نیستن که این وضع سر سامان بدن دیگه دولت اصلا هزینه نکنه، یعنی کارخونجات و دولت بیاد یه ذره تقویت بکنه، بازار رو براشون فراهم بکنه، جلوی واردات بی‌رویه رو بگیره که کارخونجات خودشون بخرن خودشون بفروشن. دولت هم از در سال شاید 100 150 میلیارد هم هزینه بی خود دیگه نمی‌کنه. به نظر شما چرا باید محصولات ایرانی بخریم؟ به نظر من به خاطر همین که جوانای امسال من بیکار نباشن. واسه اینکه کالای ایرانی نخریم، واسه اقتصاد ما کم میشه، پول ما کم میشه. برای اینکه پول و سرمایه‌مون دست خودمون باشه. باعث اشتغال‌زایی میشه، ایجاد شغل کشور میشه. به نظر من البته تعهدی برای خرید کالاهای ایرانی غیر ایرانی نیست، بحث کیفیت مطرحه. پاییز که میشه اینا از طریق صدا سیما اعلام میکنن وام سر جا شایی نمیدون قیمت به این قدره سر موقع پولای شما رو میگیرید، ولی هنوز هیچ مشاهده مردم است. فقط سرگردانی و حرفای زیاد پولای مردم تحریم میدن. ما همه این ماه هم موندیم نمیدون چون ما باقای دیگه همه به خاطر اینکه حرفای دروغ همه میشه باقای بزرگ خراب کرد. های حال کرده رو تو نداری آباد بکنیم شهر میشنم کارو تابی نمیگیرم پول گیر میدم چکار میدم؟ یعنی آدم که شایی پول زن بچه بشن از این جایی میشن برای نمیتونه پول بشن در یاد بر ما خود بود داریم میگه و سی درستم کارخونه دار بده کارخونه دار میده میخواد ضرورت بده نمیدونم ما از کی حقی بشن برای کشاورز فقط احتیاج به یه مقدار سم بخوره خودم خودکشی بکنه راحت. کشاورز دیگه زنده بودن کشاورز بدن Thank you.
رئیس اتحادیه چایکارها تماس بگیرم و برای فردای آن قراری بگذارم. هوا صافتر شده بود و به نظر می آمد لااقل در چند روز آینده خیال باریدن ندارم. الان قدر فرمانداری دریا هر تولید کننده و صنعتگر داخلی ما حداقل سالانه با 20% تورم در نرخ مواد اولیه و دستمزد و سایر هزینه‌های تمام شده تولیدش مواجه است و این موضوع با توجه به اختلافی که ما در نرخ تورم در کشورهای دیگه نظیر چین داریم که بزرگترین حجم واردات رو ما از اون کشور خواهیم داشت، این سبب ایجاد یک فضایی برای وارد کننده ها و زیان به صنعت داخل میشه. کارخانه نورد لوله اهواز، کارخانه که چند وقتی با واردات محصولات فلزی اون هم با عرض مبادله چرخ تولیدش نمیچرخه. با دلار 3400 تومان باید کار بکنیم، مقابله کنیم با ورقایی که با عرض 2600 تومان وارد مملکت میشه. به دلیل کاهش قیمت فولاد در بازار جهانی الان شدید داره بازار ما تهدید میشه. اعمال سیاست های تعرفه‌ای بر واردات محصولات خارجی راهکار پیشنهادی فولادسازان برای خروج از ربود است. در کشورهای همین نزدیک ما نه خیلی دور در عرض 6 ماه 3 بار تعرفه اضافه کردن. به محضی که ببینند شرایط عوض میشه تعرفه مناسب رو وضع میکنه. به جایی که بالا رفتن خیلی در مورد چای صحبت میکنن، این که الان چایکارا مشکل دارن یا این که وضعیت چایکاری، خب وقتی ما میتونیم چای وارد کنیم چرا باید اصلا چای ادامه پیدا کنه؟ به نظر با سوال بعدی شروع کردم. پیرمرد که گویی سوال مرا نشنیده سکوت کرده بود و به گمانم اگر حرمت مهمان بودن ما نبود همان لحظه اول پیاده می شد. الو بفرم سلام وردم تشکر می کنم. به حدود شنیدم در منطقه عملش زیادتر در شهرستان عملش این بیماری از دیگر مناطق بیشتر هست، چرا هم نمی دانم، ولی در مناطق دیگر کمتر دیدیم، مثلا در بازارگاه کم دیدیم، در کوبله کم دیدیم. خردسالی هم عرض کردم، خردسالی هم تأثیر گذار هست، باران موقع نمیاد، به چای هم گیاه هست، گیاه هم به در راه چند خبرنگار با او تماس می‌گیرند و او در کمال صبر شرایط فعلی مزارع و چایکارها را توضیح می‌دهد. از صحبت‌های حسامی برمی‌آمد نه تنها حال چایکاران و کارخانه‌داران خوب نیست که به نظر بوته‌های چای هم حال خوشی ندارند. اینکه چای باغ‌های این منطقه نسبت به مناطقی که تا آن روز رفته بودم مرتب‌تر و سرپاتر بودند، اما تک و توک ویلاها و بعضن باغ‌های رها شده‌ای که دیده می‌شد پیش‌بینی روزهایی را می‌کرد که هیچ دوست نداشتم به آن فکر کنم. اوقات حکومت مصدق وقتی که ایشون نخست وزیر ایران بودند بار چایکاری بر اثر اعمال سیاست تجار وارد کننده چای به طمع در سود فراوانی که داشتند مشکلاتی برای چایکاران به وجود آوردند. جمعی از خرد مالکان باغداران چای به تهران رفتند و اونجا توضیح دادند که مشکلات مطرح از طریق تجار دارد کشاورزی چای رو از پای در می آورد. نخست وزیر امیدوارشون می کند که مشکل رو حل بکند. بعد چندی از تجار چای در نخست وزیری دعوتی به عمل می آورد و دستور داد اون روز از چای لاهیجان از اونا پذیرایی بکنند. آقای ابراهیم دریانی رو که بزرگترین تاجر وارد کننده چای بود واقعا از نظر طعم و مزه چای دچار شگفتی کرد و پرسید از نخست وزیر که قربان این چای از کجای دنیا هست؟ ایشون در پاسخ فرمودند این چای از مملکت شما و از دیار گیلان و از شهر لاهیجان. بعد فرمودند آقای نخست وزیر انصاف نیست که
که شما کمک نکنید که این محصول خوب که میتواند سرامت باشد توسعه پیدا بکند، آهاد ملت از این محصول استفاده بکنند و بهشون اطمینان داد که اگر در این طریق صرف همت بکنند، به تدبیر بکنند، به تأمین بدن مصرف چای داخلی رو، منافعشون رو از واردات خارجی تأمین بکنند. و بعد از چندی سازمانی به وجود آمد به نام سازمان چای کشور که در زیر نظر وزارت بازرگانی مدیریت می شد. سازمان چای طرحی ریخت طبق دستور نخست وزیر، اون عبارت از این بود که کل برگ چای رو دولت خریداری می کرد و بعد از اون که چای استحصال می شد هم می کردن به تهران، به در انبارهای تهران نگهداری می کردن و به تجار اطلاع می دادن و اونها در قبال خرید هر کیلو چای خشک داخلی اجازه واردات 1.2 کیلو تا 1.5 کیلو چای خارجی رو می گرفت، بخشی رو خالص داخلی، بخشی از چای خالص خارجی و بخش بیشتری داخلی و اختلاط داخلی و خارجی بسته‌بندی بشه و عرضه بشه به بازار. کشاورز راضی بود، تاجر به خاطر واردات اختلاط و معامله‌ای که می‌کرد و در بازار نفعی که حاصلش می‌شد راضی بود، مصرف کننده هم راضی بود به دلیل اینکه چای تولیدی ایران واقعاً عالی بود. در سال 1365 چه باعث شد این قاعده شکسته شد؟ آدم هست میکنه که نکنین اعتیاد آوره که دیگه نمیتونی چای دیگه بخوری. نه آدم بهش اعتیاد پیدا میکنه. به نظر پیرمرد سوالی که در ابتدای دیدارمان پرسیده بودم را فراموش کرده بود یا این طور نشان میداد و بالاخره لبخند میزد. حسامی قرار میگذارد روز بعد ما را به باغ دولتی، یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مزارع چای منطقه ببرد. مناطق بسیار زیادی از جنگل‌های بسیار شاداب و سرسبز ما بعد از اون که مصلحت دیدند چای کاری میبایست در داخل ایران ترویج پیدا بکند، تبدیل به باغ چای شد که امروز اگر بخواهند صرف نظر بکنند از چای و چای کاری احیانا رها بکنند، ممکن در مقابل سیلاب هایی که معمولاً باران های سیل آسا در فصل پاییز و تابستان در این ناحیه گاهی بیریزد از آسمان، تپ ماهول ها و این کوه هایی که الان درش چای کاری شده است اینا رو بشوره بیاره پایین. چای در اقتصاد منطقه تغییر ایجاد کرد و مردم صاحب شعور و اون روزگار دانستن که از برخورداری از اقتصاد به استقبال فرهنگ باید برند، به این کار رو کردن. یعنی این آبادی کوچک 140 و چند نفر پزشک متخصص به مملکت تحویل داده است. نشان میدهد آماری که سازمان چای منتشر کرده نه گفتار مردم، سخن قهوه خانه ای نیست، آمار رسمی است. ما چندین سال بین 65 تا 70 هزار تن تولید چای خشک داشتیم. این میزان تولید به علت عدم توجه دولت ها به 12 هزار تن تقلیل پیدا کرده، یعنی قریب 60 هزار تن 58 هزار تن چای خشک از تولیدات ما کم شده، یعنی نانش از سفره کشاورز چایکار کنده شد و ما این تقصیر رو به حساب دولت‌های گذشته می‌گذاریم. این که فرمودید چرا اینقدر اصرار هست در مورد این محصول، این محصول فرهنگ مملکت رو در این مناطق احیا کرده، محصولی که یک چنین نقشی در زندگی مردم ایفا کرده، چگونه می‌شود اون محصول رو رها کرد؟ به اضافه همه اینها ریشه در خاک اجداد ما دارد. ما از این میراث با جان حمایت میکنیم.
حتی اگر دولت کمتر از اون چه که در گذشته توجه کرده است به این محصول توجه بکنه، مردم غیرت اون رو دارن که این رو پایدار نگه دارن. نمیدانم جواب سال اول مرا داد یا تهدید کرد. با پیرمرد 90 ساله روبرو بودم که همه زندگیش را به پای چای چایکاری گذاشته بود، روزگار خوب چای را دیده بود و حالا که قرار برفتن داشت مجبور بود در شرایط بدی آن را ترک کند. به نظر می رسید چای و چایکاری هم با او پیر شده. با این وجود حس پدری را داشت که بر بستر فرزند بیمارش نشست و آرزو می کند ای کاش جای هرچه در دل کوه پیش می رفتیم به باغ‌های چای اضافه می شد، اتفاقی که می توانست تولید چای را سخت‌تر و صد البته گران‌تر کند. طبق آمار گمرک در سال گذشته 12 میلیارد و 561 میلیون دلار کالا که مجموع وزن اون 5362 تن بوده از چین وارد کشور شده. این حجم بالای واردات نشون میده که گستردگی کالاهای وارداتی هم بسیار زیاد بوده، تا جایی که نام برخی کالاها در ردیف تعرفه های وارداتی از این کشور جای تأمل داره. کالاهایی همچون خاکره، ضایعات دورریز چوب، مجسمه های کوچک و سایر اشیای تزئینی از چوب به صورت صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، خلال چوب کبریت، موم زنبور عسل، شن و ماسه طبیعی و غیر طبیعی، حصیرها، انواع خاک رز، ریگ و سنگ. کشاورزی وقتی که مال تو مر بفرسی قیمت هایی که منشید دیر دکشه برای تو سخت نه، اطفال تو سخت نه. منظورش که پول نمیده، پول چای رو، پول چای زود نمیده. آها الان مشکل پول چای، پول چای همیشه هست، گرانی کوده همیشه مشکل دیگه. الان تمامی نه هزینه داریم از اونجا با اسب و قاطر میادم. اینجا هم گله بر سر پرداخت نشدن به موقع پول برگ سبز بود. شما کارخونه چای داری؟ بله. تقریبا داری. اوضاع چای چطوره؟ بد نیست. پس چرا اینقدر بعضی میگن خوبه، بعضی میگن بده؟ میشه همه رو راضی کرد. یکی میگه خوبه، یکی میگه بده. برداشته امسال چطور بوده؟ بد نبود. خوب بود. پرداخته چطور بوده؟ پرداخت هم بد نبود. خوب بود. که اینجا خوب بود. شما فارسی گلیکی حالی میشه؟ نه گلیکی حالی نمیشه، نه فارسی حالی میشه دیگه. این پیش ما رد کنی؟ آره آره. ولی تو بهشت زندگی میکنی نه؟ جای خوب است. در راه متوجه میشوم کارخانه مال کس دیگری است و او کارگر آنجاست و قرار میشود تا ما کمی در کارخانه چرخ میزنیم و تصویر میگیریم با صاحب آنجا برای مصاحبه هماهنگ. نمیاد؟ منم نمیاد؟ آره یه خاموش کن. نه اصلا مشکل نداره داره؟
ندیم حق نرم. میترسی برات مشکل داشته باشه؟ نه کسی به چیزی گفته؟ نه ترسیم برگاهان هم بد نیست بوده نه؟ ما هم راضی هستم که راضی من همچه پیاده میشه. پیاده میشه؟ آره. دست درده. دست شما درده. با چکه. خدا برو تشی بودن ها. چقدر ترسید. می توانستم ترس آن مرد یا صاحب کار او را از صحبت کردن جلوی دوربینم را درک کنم، اما چیزی که نگرانم می کرد تداوم این ترس در دل جامعه بود. اصلاً چطور ممکن است ملتی به روزهای روشن فکر کند پیش از آن که توانایی یافتن و تحمل دردهایی که به آن دچار است را به دست آورده باشد؟ پازل پاسخ سوالاتم کم کم داشت کامل می شد. با این وجود نمی توانستم به خود بقبولانم تنها با تغییر در اولویت پرداخت‌های دولت و دادن به موقع پول کشاورزها و البته کمی سختگیری در واردات چای خارجی تمام آن مشکلات. هر سه به سه چپ میداد کارخانه شرفون زمستان وام میدادن چای صاحبی خوب بود بله چای الان چای چی زمین خوب چند سال اونا کارخانه دار بازه یک ما بسته اونا بسته ناجاریم پنج کار داره دو کار داره پنج کار داره همه چور شده همه برای اونا از چهران بیرون میان همه زمین ها رو میخواد من 200 زمین بیشتر نداشتم من چند سال تقسیم کردم خودم کارگاریم بارم میکنم
نوای کاشف سلطنه دیگه. الان تو نوای کاشف سلطنه ای؟ کاشف سلطنه کی بوده؟ بابا بزرگ ما. دولت چیکار باید بکنه واسه چای؟ دولت الان باید یه بار که یه ملکه باید چای مردم تبدیل بده. الان چه در اشغال مدر نمیخوره، همون موتوری میدار میدار قررررررر داره میبورن. بنا داره یه بار که یه ملکه باشه میشه چی؟ قانونی چای صادرات. الان اشغال همون ترش ترش دیگه میره تا میره چلکوغان مدر نمیخوره. چایی قومچه یه بلگه و یه قومچه میخوردن اوی مصبت میگرفتن از تریاک بالاتر بود با خدا. از وظیفه دولت پرسیده بودم، از وظیفه چایکارها میگفت، گویی به کل سوال را متوجه نشده بود. با این وجود با چنان شوری صحبت میکرد که جرأت نمیکردم به خیالش شدم. داره میبرن چرا آقا؟ امانو حرس داره میبونه میارن تو کارخونه میرسن اشتباه میبونه برکت امانو بردن خیر برکت امانو بردن چرا آقا؟ دوباره اون کار ادامه بدن. حالا دم کشیدن تحقیق و تفحص سازمان چای برای خود مسئله نظارتی دیگری. موضوع چای هم یکی از اون موضوعاتی است که البته طراحانش معتقدن که در این بخش یه سری مشکلاتی وجود داره که از چشم دستگاه‌های نظارتی به دور بوده. تولید چای داخلی به عنوان یکی از ابزارهای مهمی که در استقلال کشور در کنار محصولات دیگر کشاورزی نقش داشته باشه باید حمایت بشه. من که می دانستم هیچ سوغاتی بیشتر از چای شمال نمی تواند همسرم را خوشحال کند، پیش از بازگشت سری به یکی از فروشگاه های چای لاهیجان زدم. چند روزیه در مناطق شمالی کشور باران با ترانه و گوهرهای فراوان بر بام خانه می خوره و لطافت و زیبایی خاصی می کنند. مزرعه داری یه مقدار اونا دارن پسرف می کنند، اکثرا هم باغاشون یا ول کردن جنگل شده یا اینکه فروختن داره ویلا سازی میشه. الان طرف لاهیجان شما نگاه بکنین اکثر باغات چایی طرف کوه رفته دیگه، قسمتای پایین لاهیجان اصلا باغات چایی دیگه نیست. تولید در مقابل اون واردات اصلا چیزی نشون نمیده، واردات میچربه به تولید شما. تولید شما هم چای خوبش اکثرا سه تا استان مصرف میشن، کمتر میرسه به شهرهای دیگه، فقط چایی که مونده هستش اونا رو اسانس میزنن با یه تعمیر با یه عطری میاد با بازار به فروش میرسه. با این شرایط الان استقبال مسافرون خوب شده، بهتر شده نسبت به سالهای قبل. الان خوب داره میبرن چای شمالو. حال بسته خوبه؟ شکر خوبه، بهتر شده بعد نسبت به قبل بهتر شده. شما گفتید این چای خوبه؟ این چای خوب ما هستش. بعد دو تا یک کیلو از این ها چای شمال همشون دیر دمه، حتما باید 15 دقیقه بمونه دم بکشه به ازای هر نفر یه قاشق شش همه برگ چای همه طبیعیه، چیزی اضافه شده نیست. حداقل میتونیم بگیم چای سالمه، ولی چای خارجی چیزی که داریم میخوریم مشخصه وقتی دم کشی وقتی 5 ساعت 6 ساعت مون لایه میبنده قهوه‌ای میشه سیاه میشه، اینا رنگشون تغییر نمیکنه. از این لحاظ نتیجه میگیریم که چایش سالمه. خستگی خوب داریم و رفت سردرد و این چیزا هست به همه قابل نداره. با باز شدن هوا و شروع دوباره برداشت باغ‌های چای تصمیم گرفتم سری به مناطقی که رفته بودم بزنم و از نزدیک برداشت برگ سبز را ببینم. آنچه این چند روزه نمیخواستم قبول کنم در حال رخ دادن بود.
هیچ خبری از قنچه دوبر که همه از آن به عنوان روش درست برداشت چای نامی بردن نبود. بیشتر به نظر می رسید در حال هرس بوته ها هستن تا برداشت چای. ناخواسته به یاد حرف های نوی کاشف و سلطنه افتادم. دیوانه بود یا خودش را به دیوانگی می زد. جالب اینجاست همان چای برداشت شده با مشخصاتی که دیده بودم بعضن در کارخانه به عنوان چای درجه یک خریداری می شد. و از آن جالبتر این که کارشناسان خرید در صورت بلند بودن بیش از حد ساقه ها اختیاری در برگشت دادن آن نداشتند و نهایتاً می توانستند برگ برداشت شده را به عنوان برگ درجه دو ثبت کنند. هنوز گیجی ضربه‌ای که خورده بودم از بین نرفته بود که از تهران خبردار می شوم مهدی حریری که شاید قدیمی ترین بازرگان زنده چای ایران و از وارد کنندگان چای بود و بارها نام او را از زبان کشاورز ها به عنوان یکی از بانیان اصلی بدبختی خود شنیده بودم زمانی را برای مصاحبه تعیین کرده. پس راهی تهران شدم تا شاید گره کلاف سردرگم چای در پایتخت باز شود. والا چای ایران در واقع با یک سیاست نرفته جلو، اما اینکه مقدار برایش تغییر کرد، اون 70,000 تن غلط بود. اون 70,000 تن در واقع ریشه چای رو خوش کرد. سال قبلش خیلی خوب قیمت داشت، اینا هرچی برگش شد چیدن آوردن دیگه، در صورتی که هر برگ چای نمیشه. برگ از یه حدی که بالا رفت دیگه فقط باید تغذیه کنه بوته رو. اون برگای تغذیه هم بریدن، حتی میگفتن شاخه‌ای مثلا 20 سانت از اون چی که معمول بوده رفتن پایین‌تر. مصرف کننده تا یه اندازه حساب میکنه، بعد از اون میبینه خب نه این موچه‌ای که قبلا میخورد نیست، دفعه دیگه میبینه بازم نیست، میبینه خب هر زحمتی هست ندارم، از میره یه چای خوب میخره. چای ایران دومین چای معتبر دنیاست. و ما قدرش نمیدونیم، ولی اگر خوب ازش نگهداری کنیم و برگ زیادی اضافه نشینیم، به موقع بچینیم، آبیاری به موقع بتونیم بکنیم، قیمت های خیلی خوب بتونیم بفروشیم. بعد یک مشکل دیگه که پیش اومد مشکل قیمت زمینه. همین زمین ها که رفت تو شهر یک عالمه بود. قوانین و مقررات باید این خط رو، این حرکت رو، حرکت شخصی رو یه خورده نظم بهش بده.
طبیعیه که وقتی که یک کار غلطی انجام شد ضررش به کل کشور میرسه، به اقتصاد کشور میرسه، شخص منتهی نمیشه، شخص واسطه است. حریری در ادامه نمایش کاملی از تست چای که او را در مجامع بین المللی شهره کرده بود ترتیب میدهد و تأکید میکند برخلاف ایران که رنگ چای معیار مهمی به حساب میآید، در دنیا رنگ یکی از آخرین معیارهای تعیین کننده کیفیت چای محسوب میشود که با نزدیک شدن به خط استوا زیاد و البته از عطر برگ بوته‌های چای کم می‌شود و همین اتفاق باعث شده عرضه چای معمولاً به صورت اختلاطی از چای مناطق مختلف باشد تا دمنوش به دست آمده هر دو مشخصه عطر و رنگ را با هم پوشش دهد. 4 سال قبل با یکی از کارشناسان رفتم، با یکیشون که از این باغدارا بود گفتم میتونیم چند دقیقه صحبت کنیم؟ گفت نه 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 میشه نهارتون بخورین تشریف ببرین. گفتم چرا ناراحت شده عزیزم؟ گفت آره شما میخوای بگی کیفیت چای ما کمه. گفتم اگر چایتون کم داشته باشه و من بگم که به نفع شماست، که اینکه به ضرر شما نیست، که این کالا کالای کیفیه، نون نیست که اگر گرسنه شدن اون خوشگاری خونشون رو بخورن. خلاصه گفت نه آقا ما همینه که هست. گفتم خب این همینه هست که شما رو خراب کرده بابا جون. شاید اگر با چشمهای خودم برداشت بوته‌های چای را ندیده بودم گمان می‌کردم با این حرف‌ها قصد توجیه کار خودش را دارد. این دوتا رو شما تست کنیم؟ این نمبر تو محسوس هست یا نه؟ اینو با این مثلا کدومش امتیاز میگیم؟ اینم خوشمزه، اینم خوشمزه است. بله اینا همه چای خارجی درسته؟ چای کنیا. خب چرا مزه چای خارجی تو بازار نمیده؟ اینا خیلی خوشمزه. جالب اینجاست چای هایی که آنجا مزه کردم هیچ ارتباطی با نمونه های خارجی بازار نداشت و اگرچه طعمشان متفاوت از طعم چای لاهیجان بود اما مثل چای لاهیجان بی نظیر بودند. از دفتر حریری بیرون که زدم خیلی زود شعف رسیدن به پاسخ برخی از سوالاتم جای خود را به ناامیدی سردی داد که تا آن روز تجربه نکرده بودم. معرکه بزرگی برپا بود که نمیدانستم چه چیزی را در آن به حراج گذاشته ایم. در این گیر و دار خبردار می شوم موثقی رئیس اتحادیه صنایع بسته‌بندی چای کشور حاضر به مصاحبه شده است. شما با آقای حسامی و آقای حریری صحبت کردین؟ الان داری ضبط می‌کنی؟ من یه خود حرفایی هم می‌زنم که شاید نتونی قابل پخش نباشه برات. می‌خوام ذهنت رو الان واقعا شروع کردی به ضبط؟ یه لحظه می‌تونی قطع کنی یه جمله یادتون بدم یا نه؟ میزان مصرف سراره چای در کشور ما بالغ بر 1.7 کیلوگرم. شما رو 120 هزار تن در سال مصرف چای دارید. ظرف این سالهای گذشته دیدید 20 هزار تن تولید دارید که اصلیش میشه سالی 100 هزار تن. خب بعد 100 هزار تن وارد بشه دیگه. یعنی چی که شما میگی بعضی ها میگن واردات به در مورد رو برد. این بیراه کشوندن مشکلاته. نه در چای، در هر کالایی شما بگی هر چی تولید کنیم میخرم، خب کیفیت هر از من بردی دیگه. مگه نمیگی دو بگ و یه قنچه؟ چرا اصلاقه نمیزنی؟ چون تضمینی خریدی. اتفاق بعد دوم این بوده که همین خرید تضمینی رو که میگن به ثمن بخس بوده، یعنی به پایین ترین قیمتی که باید میخریدن. خب کیفیت اومده پایین. این پولی که به کشاورز میدی نون شبش هم نمیشه بیشتر ازش بخر لااقل. خب گام بعدی چی میشه؟ بوته هم از بین رفته. یه بوته 60 ساله میتونه برگ نازنینی رو تحویل شما بده؟ حالا بیا پای درد دل کشاورز. خب کشاورز حق داره، نون شبش درد نمیاره. سیب زمینی که یه کالای کشاورزی در این مملکت برش میخوره با یه عملیات بسیار ساده، یه فراوری خیلی ساده و میفروشن کیلو 40 هزار تومان این مملکت. چه دستی تو کاره که برگ سبز چای من باید محدود باشه؟ آقایون نماینده های مجلس و دولت میشینن شق و قمر میکنن
میگم برگ سبز کیلو 2250 تومان. چرا کشاورز چای نتوانه کالاش رو به قیمت واقعی خودش بفروشه؟ چرا چای خارجی بایستی بالغ بر کیلوی 30,000 تومان توی این مملکت عرضه بشه ولی چای داخلی من کیلو 4,000 تومان باشه؟ از مزرعه بیام بیرون بریم تو کارخونه بغل دستشه، دیدین تمام شیشه های کارخونجات شکسته، دیدین کارخونجات ما تمام فرسوده و کهنه. یعنی چی؟ دولت اومده گفته برگ سبز رو به اینقدر بهت میدم، کارمز بگیر اینقدر تولید کن چای خشک بده بیرون بدون پرداختن به کیفیت. گام بعدی اینه، کارخونه دار باید حمایت بشه از ناحیه دول اگر میخوان صنعت چای حفظ بشه. حمایت که میگم نه که بگم آقا بیا ما پول بد میدیم 25% سود بانکی بده، این که نجد حمایت، که یه قدم بیان بعد از کارخونه دار. خب کارخونه دار وقتی چای خشک رو تولید کرد به کی باید عرضه بکنه؟ به مردم بگیم، به مصرف کننده دیگه. چگونه است که این برندهایی رو که شما در کشور میبینید که دارن چای رو به عرضه میرسونن و مصرف کننده هم میرین چای رو میخره، چرا اینا چای داخلی رو به عرضه نمیرسونن؟ چرا؟ چراش برای اینه که در چای خارجی ایکس تومن سود میکنن ولی در چای داخلی به دلیل سیاست گذاری های غلط ایگرگ تومن ضرر میکنه همیشه. یه کوچولو قبلش هم اتفاق دیگری افتاد، خود دولت زرق و برق چای خارجی رو به مردم عرضه کرد، اتوماتیک ذائقه مصرف کننده رو بردن به سمت چای های عطری و خارجی. شما الان برید در این شهر تهران بگردید ببینید چند تا مغازه میتونید پیدا کنید که 1 کیلوگرم چای داخلی داشته باشه. جنگ جهانی دوم ملت فرانسه تو جنگ چون خیلی صدمه خورده بودن، این رو آقای پروفسور فلاطوری برای ما تعریف میکرد، گفتن ملت فرانسه تصمیم گرفتن کالاهای خارجی رو مصرف نکنن. توی اتوبوس یه روز جمعیتم زیاد بود اون موقع، تو اتوبوس یه آقای عطسه کرد، دستمالش از جیبش در آورد که بگیره جلو صورتش. یه اتفاق خیلی ساده، دیدن یه برند خارجی روی دستماله. همه مردمی که دیدن این برند خارجی رو روی دستمال این آدم اعتراض کردن، راننده رو مجبور کردن اتوبوس رو نگه داشت و این آدم رو از اتوبوس پیاده کردن. ما تولید داخلی رو باید حمایت. داوری هایی که خارجی ها میکنن یه سری رنگایی رو ایجاد میکنه، به اصطلاح از نظر دید بهتر میشه. از چای باید خود اون طعم چای رو انتظار داشت. بعضی ها اکثرا حالا بیشتر تو خانوما عرف چای معطر میخورن، میگه چای معطر همش اسانس مواد شیمیایی به غیر از ضرر چیزی نداره. من خودم میفروشم اینجا واقعیت، حالا بگن آقا تو چی میگی، من برای مشتریام توضیح میدم. بالاخره مهمه چای طرف میخواد بخوره فردا خدا نکرده سرطان نگیره. واقعا اگر چای بدون مواد شیمیایی بدون اسانس میخوایم، یه چیزی که واقعا ضرر نداشته باشه، چای ایرانی هست. از آقا رضا در مورد راهی میپرسم که در آن هم هوای ذائقه ای را داشت که به سمت چای عطری رفته و هم از چای سالم ایرانی بهره برد، که چند پیشنهاد خوب داشت. چای نعنا خیلی خوبه، دارچین نعنا با هل به جای عطر اگر از اینا استفاده بشه هم برای سلامتی خوبه، هم مطمئنه که یه عطر واقعی داره. طرف یه تولید کننده یه که
از به بسم الله هست کار، از مزرعه و اینها توی کار هست تا تولید بسته‌بندی که بسته‌بندی‌های بروز هم میزنه. بالاخره بسته‌بندی هم مهم هست. شما رو یه بسته‌بندی چایی که الان این بسته‌بندی چای قیمتش 5000 تومان هست. صنعت چای و چای ایرانی و تولیدش و فراوریش اینجور چیزا باید اینجا آقا رضا حسابی هم تبلیغ کرده. پس ما از آقا رضا شماره شما رو میگیریم و اومدیم شما رو با شما تماس میگیریم. دیده بودم باورش کمی سخت بود، اما به نظر واقعیت داشت. تصمیم گیری هایی که تو چای میگیرن دولت مرده ما که تو تهران هستن میان از همون افرادی که وارد کننده چای هستن. سر مغازش نمیشته 100% چای خارجی، ولی تو جلسات چای ایران میخوان برنامه ریزی میکنن از اونا استفاده میکنن. و اون آقا رفته مثلا تو کینیا یا چیز کشورهای چای خیز باغ خریده و اونا منافع خودشون رو در نظر میگیرن. آقا ما میگیم ما نمیخوایم، والا پول دولت نمیخوایم، شما بیان یه لحظه یه نفر بیشینه کار به کاردون بسپارید، با سازمان چای بنیشین بگیم آقا واردات چای با شما، فروش چای با شما، پول بلگ چای هم با شما. اگر اینه درست نکرد بعدم موقع سابق نبود موقع. چرا در این اینقدر مردم از انقلاب دور میکنید و چای ما میرن مثلا اون برد مرد با دشمن میجنگن شهید میشن، ولی ما تو اقتصاد داریم هر چی کار میکنیم میدیم به خارجی ها. بعد تو میگی آقا بده سرمایه‌گذار خارجی بیاد. آقا خارجی بیاد اینجا چیکار بکنه؟ وقتی من داخلی این همه زندگی منو گذاشتم، 15 ساعت در روز دارم جون میدم، 65 سال سن منه، من نمیتونم اینجا کار بکنم، خارجی چطور میتونه بیاد کار بکنه؟ والا ما ردای بالای کشوری ما رو نمیتونیم، دسترسی نداریم. اونایی که دلسوزن، اینایی که میان خرابکاری میکنن برای اون پوست خودشون، صندلی خودشون تکام نمیخورن، بهترین فرمان رهبر ما داد. قاضی گفته اگه ما دو تا مسئول مشابه داشته باشیم به دولت مردا گفته، و اگه شما داخلی رو انتخاب نکنین به خاطر حفظ خط تولید و مصرف سرمایه ایران، جنس خارجی رو مصرف بکنی حرامه. آقای مسئول تو که هر صد حرف میزینی میگه آقا اینو گفته اونو گفته، آقا یه دونه رو اجرا بکن دیگه. الان تو آشپزخونه تو چیه؟ تو اداره تو چیه؟ همین برو چهیر خارجی رو میدرسنن چه ایرانی بگل میدرسنن تمام شد. اصلا اقتصاد مقاومتی چیه؟ من نفهمیدم، فقط تو تلویزیون دارم میگم. آقا تو بیا ببین من دارم این اقتصاد مقاومتیه. خدا شاید آیا یه نفر از من میگه آقا تو بدترین روز تو چی روزی هست؟ من میگم اون روزی که من پول کشاورزی میخواستم بدم پول نداشتم، رفتم پیش یکی از مدیرهای بانک با داشتن 1050 نفر پرسنل، خب پیش اون مدیر گریه کردم آخه پول نگرفتم.
آقا من ماشینای منو بپوشم ببرم بانک میذارم روزی 200 میلیون تومان میتونم سود بگیرم. برای 300 میلیون تومان پول من گریه کردم. چه پول بودم به کجا برد؟ چند سنه ده کارخونه داریم بریم میگه مثلا ده کارخونه قبول ندارم. 26 درصد داره سود میگیره میگه پول بیار اینجا بیدار. آقا هم پول بیداریم. هم 26 درصد سود بدیم. هم خط تولید داشته باشیم. آقا این کجا بفتنید؟ من میخوام چیکار کنم این همه یه سجوش دارم. چقدر اون باقیه؟ ولی دیلم بسوده. من میدونم ما چی داریم در راه نزد میرم. عبوشم داشتیم نیست. برنج ما اینجوری. الان باید گریه بکنه یه. خدا شاید گریه دارم. یا باید میرک باشیم. همه رو ببروشیم. مثل دیگرم باید دوپان میداریم. ما دیل ما نگیم. شده بود. وقتی سعی می کنم چهره شهری که در آن زندگی می کنم را به یاد بیاورم، 4-5 سالی می شود که در کنار هر سطل زباله مردی ژنده پوش را به یاد می آورم که بی توجه به نگاه مردمی که می گذرند به دنبال روزیش می گردد. اعتیاد اولین بهانه ای است که با آن خود را گول می زنیم و از آن بی معنی تر گذشتن و ندیدن نقشی است که هر یک از ما در به وجود آوردن امروز او داشته ایم.